سلام به عزیزانم، امیدوارم حالتون خوب و خوش و سلامت و سرزنده باشید. با ویدیو دیگر از سری ویدیوهای علوم غربی لاتنهایی در خدمتتون هستم و این بار میبینید که چه خبره. عزیزانی که دنبال کننده کانال ما نیستند، لطفا دکمه سابسکرایب بزنند، به جمع ما بپیوندند تا علممون به هم دیگه منتقل کنیم. برام کامنت بنویسید خوشحال میشم. این زنگوله را فعال کنید اگر دوست داشتید، به اشتراک بگذارید. و یه چیز دیگه هم موند که نگفتم که الان یادم نیست چی هست، لایک بگذارید واسه ویدیو که به عزیزان بیشتری برسه. عزیزان من، این طلسم حالا چرا این آماده است؟ چون همه شما میدونید نقاشی من خوب نیست، افتضاح، و اینو پسرم به همون آماده کرد. من چه این تلسمی رو نمیتونم بزنم، حقیقتش ببینم. یه آدمی هم اعتراف میکنم چیزی که بلدم، چیزی که نمیتونم. چرا نمیتونم بزنم؟ چرا قدرتش ندارم؟ چون نمیتونم اینو بکشم. این نمیتونم بکشم. کسی که میتونه این تلسم رو امتحان کنه. این تلسم حصاره، یک حصار قدرتمند هست و نزد خودتونم نگهش میدارید. بخورش هم از صندل احمر استفاده میکنید و میتونید از جعبه احمر هم استفاده کنید، جعبه قرمز و صندل قرمز. شما میایید اینجا، یعنی وقتی برگ رو به این شکل میگیرید بالا، اینجا می‌نویسید این چیزیه که این شکله، مثل سمکل. بعد یه علامتی داره پیشش ها، آها، و به این شکل، به این له هم باید بچسبه. متوجه هستید؟ آها، اینجاست. و میایید که پایین سمت راست نویسید سمسام و علامتش به این شکل پیششه. اینجا تموم شد. میایید اینجا جالوب می‌نویسید و این علامتش به این شکل هست و میاد پایین و این سمت میره و یک علامت کوچیک رو اینجا داره. اینو حتما بذارید جالوب. خب، منتها اول اینو اینجا می‌نویسید تا بگم چی کار کنید. اینجا این اسم عجیب غریبه، این لغت دایره و این از اینجا میاد، این از این. و اما اصل کاری اینجاست، در این گوشه. و یک خط ممتد به این شکل میاد، و یک خط به پایین که میخوره به این نقطه و متصلش میکنه. یک چیز شبیه عذیب. اینو مینویسید عزیزان من. در چه ساعتی؟ هر کسی که میخواد براش بنویسید، در ساعتی که کوکبش هست. آموزش کواکب هم بهتون گفتم چه شکلی هست. این یک حساب فوق العاده قدرتمند هست، مخصوصا برای عزیزانی که در برج 8 آبان ماه به دنیا آمدن. یعنی اگر برای بقیه صد هست، این صد بتوانه 2 الات بتوانه 3، خیلی قدرتمنده براشون. و در روزهای نحس هم نوشته میشه، مشکلی نداره. در روزهای ساعات و روزهای نحس نوشته میشه، ساعت و روزهای سعد نوشته میشه، هیچ کاری نداره. بهتون گفتم هم بخوراتش چی هستن، جاوی و جاوی احمر و صندل احمر استفاده میکنید. من در اینجا براتون میمیسم صندل احمر، جاوی احمر، این جاوی احمر میمیسیدش. و اما عزیزانی هستن از من میپرسن با چه قلمی بنویسید؟ من الان نزدیک 3 ساله توی علوم غریبه داخل یوتیوب براتون ویدیو میذارم و گفتم
بعضی ها میان به من میگن آدم های خاص خاصن، من بعضی ها میان به من میگن خب اسراف و تحسین داره نداره، نگفتی ویدیوت ناقصه، نه عزیزم من گفتم ویدیویی که ویدیویی که و تلسمی که تحسین و اسراف ندارد میگم ندارد، ولی وقتی نگفتم که دارد یا ندارد یعنی دارد. متوجه شدید؟ یه بار دیگه تکرار میکنم، وقتی نگفتم در مورد تلسم که تحسین و اسراف داره یا نداره، باید اینو بدونید که میخواد، ولی زمانی یک تلسمی نداشته باشه میگم نه لازم نیست. و اینکه با چه قلمی می‌نویسید، من بارها و بارها گفتم، کسی که دنبال کننده منه میدونه من بارها و بارها گفتم قلم همین مداد عادی، بهترین و قوی ترین کارو میشه با همون قلم نوشت و سلام. اینو ازش لذت ببرید. دعوتش هم به این شکل است. أحضرتك يا ملك عذيب، يا ملك عذيب أنت وأعوانك شمار إيك شمار دو شماره 3 و شماره 4 به ترتیب می نویسید جلوی این اینجا انت وانک، بگسید به آخری این لتح رسون فلان بن فلانه فلان بن فلانه بعد از اون من کل أذى وضرر وضرر. الان نمیخوام پاک کنم اینو، میخوام باشه یه شکل قشنگی داره و کل ضرر و ادامهش میدید. اینجا ادامهش برات می‌نویسم کل ضرر و مس کل کاره له و سلام و ختم. دوستتون دارم خیلی زیاد اندازه وزش باد. عزیزان منید، در قلب من جا دارید و خدا نگهدار گلهای من و عزیزان من.